سلام دوستان عزیز. خوش آمدین به قسمت سوم آموزش دمبوره شبکه اف جی تی وی. در این ویدیو میخوایم ادامه نوت یا هنگ چشمای تو پر سرمسی ها را کار کنم و در مورد تنظیم و سر کردن نوت هم صحبت کنم که ما شما چطور میتونیم دمبوره خود را سر کنیم. از دوستای ما سوال کرده بودن که ما شما چطور میتونیم دمبوره خود تنظیم کنیم. دمبوره برمیگرده به صدای شما که چه قسم شما صدای شما است، بالا است، پایین است و نظر به صدای خود شما دمبوره خود تنظیم میکنیم. دوستان عزیز شما میتونید دمبوره خود به سه قسم یا چهار قسم میتونید شما دمبوره خود تنظیم کنید که معمولا مردم دمبوره خود به کی و دی تنظیم میکنن، یعنی که تار زیر یا تار زیر و گی هست. اگه که وقتی کمی که نادرست باشه شما میتونین یه تار کمی پایین کش کنید بدون یه که با گوشک دست بزنیم. کمی دیگه با یالی با جی تنظیم است، جی یا گه میگه شام تنظیم است و تاری بمی ما به ده باید تنظیم باشه که یه را به زبان آلمانی دو هم میگه که نکم شادتر است. و دمبره ما شما فعلا تنظیم است و شما نظر به صدای خود دمبوره خود تنظیم میکنن که نوت دیگه مام کس ما شما این صدای یه گی و دی کس جی و دی کس خیلی بالاسته. اگه صدای شما بالاسته شما به جی و دی تنظیم کنین و اگه صدای شما پایین است یا معمولا غورم میگن اگه غور است شما میتونین به سیس فیس تار زل و فیس تنظیم میکنین و تار بمر به سیس. به سیس و سیس که سی کس یک نوت است، یک نوت کامل است و سیس کس یا نصف نوت بالای نوت سه زیادتر شده که او را به او خاطر رفیس یا سیس میگن یا گیس میگن. و شما میتونین وگر صدای شما خیلی غور است یا که پایین است شما میتونین ریر به سه تنظیم کنین به اف تار زل به اف و تار بمه به سه
خوبه یاسی؟ دوستان عزیز دمبوره ما تنظیم است و همراه طبله معمولا با گی جی و دی کار میکنن و دمبوره با ربا با فیس و سیس کار میکنن که دمبوره ربا با فیس و سیس تنظیم است و بی به او خاطر ما شما وقتی که با آلات موسیقی دیگه کار میکنیم باید دمبوره خودم باید به صورت دیگه تنظیم کنیم. تشکر از همه دوستان عزیزی که با ما هستن. اگر میخوان ویدئوهای بعدی ما رو ببینید نباشین، لطفا شبکه ای جی تی وی رو لایک کنین و سابسکرایب کنین و زنگوله رو فشار بدین تا از ویدئوهای بعدی ما باخبر باشین. شب روزی همه تان خوش، خدا حافظ.